سلام به همگی، من شاهینم و به کانال فیلم بینچر خیلی خوش اومدید. امروز میریم سراغ قسمت ششم سریال پیسمیکر تا اونو بررسی بکنیم و مثل قسمت‌های قبلی که درست کرده بودم در کنار بررسی که روی اون قسمت سریال داریم نکات مخفی و ایسترگا رو همه رو بهتون میگم تا اطلاعاتتون بالا بره. پس اگه محتوای سینمایی و محتوایی که من میسازم خوشت میاد بهتره که کانال رو سابسکرایب بکنی و زنگوله کنارش و نوتیفیکیشن رو حتما فعالش بکنی تا وقتی که ویدیوی جدیدی میسازم برات اعلام بیاد و خیلی راحت با کلیک کردن روش بیای اون ویدیو رو تماشا بکنی. پس بزن بریم. اسم این قسمت سریال Born After Reading که برگرفته از فیلم Born After Reading که فیلمیه که جورج کلونی و براد پیت بازی کرده بودن و داره یه اشاره به این سریال میکنه و اونم در مورد رازا و اسراریه که اعضای گروه دارن. مثلا این رازا چجوری هست؟ مثلا اعضای گروه میدونن که مورن پروانه ایه ولی به پیسمیکر نمیگن، یا مثلا پیسمیکر یه دونه همون پروانه ها رو توی خونه خودش نگه میداشت، یا از طرف دیگه لیدا مادرش آماندا والره، یا از طرف دیگه اون بود که اومدش دفترچه خاطرات پیسمیکر رو برداشت و اطلاعاتی که داخلش بود و خوند و بعدش ورد گذاشته سر جاش. همه اینا داره اشاره به این میکنه که تمام اعضای گروه یه راز و اسراری دارن که در نهایت همه اینا داره ختم میشه به اون چیزی که جیمز گان در آخر میخواد و اون اتفاقی که توی سکانس‌های آخر دیدیدش. وقتی که پیسمیکر میره تو اون مدرسه‌ای که به خاطر اون آدم نظافتچیه که توی قسمت اول دیدنش تو بیمارستان بود، میره اونجا که حالا دخترش هم تو اون مدرسه است با بچه‌ها صحبت میکنه. اگه دقت کنی یه چند تا نکته اونجا میبینید. میبینید که در مورد کایتمن صحبت میکنن که قبلا هم در موردش صحبت کردن توی ویدیوهای قبلی، اون یکی از شخصیت‌های شروریه که توی سری کمیک‌های بتمن بوده و جزء یکی از شخصیت‌های خفنیه که حالا جلوی بتمن همیشه در میادش توی کمیک بوکا. و از طرف دیگه اگه دقت کنید میبینید که یه پسر بچه ازش میپرسه، اون داره با کایت پرواز میکنه، جاذبه زمین رو نمیکوبتش زمین، و میبینید که پیسمیکر هیچ جوابی نداره که بهش بده و ازش رد میشه به خاطر اینکه اون توی تیتر روزنامه نوشته شده بوده که این یه قهرمانه. پس اون میاد در موردش صحبت میکنه ولی اطلاعات ریزی نداره که بخواد بیشتر از این توضیح بده. پس این داره نشون میده که شاید اون تیتر روزنامه هم همینطوری الکی چیزی نوشته باشه. تو همون مدرسه که اصلا اگه دقت کنی یکی ازش سوالی میکنه، اسم بلک هارت رو میاره که اصلا نکته‌ای که وجود داره اینه که این شخصیت جزء سری کمیک‌های دی سی نیستش، و وقتی که این اسمو میاره اگه یه مقدار توی فیلم دقت کرده باشید روی اون صفحه دارتی که پیسمیکر داشت عکس این بلک هارت وجود داشته. این بلک هارت یه شخصیتیه که با استفاده از یه جواهر سیاه قدرتش از اونجا میاد و اون به عنوان یه سلاح استفاده میکنه که احتمالاً وضعش خوب باشه که از جواهر استفاده میکنه. توی اون اتاق و اون کلاس درسی که هستن روی در دیوارش چند تا نکته وجود داره. یکی از اون تخت میونیمش اینه که داره در مورد انرژی تجدیدپذیر و اینا صحبت میکنه که احتمالاً داره یه اشاره به این میکنه که پروانه‌ها یه طوری تو رأس قدرت قرار گرفتن و یه طوری دارن یه سری مسائل اینطوری کنترلشون میکنن. گوشه اتاق یه دونه این دست سیستمایی هستش که خورشید و زمین و سیاره دور هم دیگه هستن. بالاش هم اگه نگاه بکنید نمیشه همسایه‌هاتو بهتر بشناس. همه اینا باز داره یه اشاره میکنه به این که اون پروانه ها فرازمینی هستن و از بیرون از زمین اومدن داخل زمین. داره یه اشاره به اون رو میکنه که اونا هم یه طوری مثلا همسایه‌های بیگانه زمین به حساب میان. روی اون تخته که توی مدرسه است پشت پیسمیکر اگه دقت کنید نوشته که اون شکلی که مورد علاقتونه چه شکلی، اون پایین نوشته اون حیوانی که حالا مثلا بهش علاقه داری چجوریه. همه اینا داره یه اشاره میکنه به این که پیسمیکر یه دونه اون پروانه ها رو آورده و گشته بود اونجا و با آدریان داشتن از سوال میپرسیدن، بهش میگه با بالاخر جواب بده که آدریان بهش گفت رنگ مورد علاقت چه رنگی. اینا داره همه اینا یه اشاره به اون قسمت میکنه. بالای تخته هم یه شکل شیشه‌ای وجود داره که اگه دقت کنی خیلی شبیه اون حالت کندوهایی که پروانه های زنبور رو درستش میکنن. باز اینم داره یه اشاره به این میده. نکته دیگه که وجود داره اینه که روی در و دیوار اتاقشون میتونید ببینید که در مورد عقاب ها هم دارن مطالعه میکنن، و از طرف دیگه یه سری نقاشی هم خودشون از عقاب کشیدن و روی دیوار زدن که همه اینا داره به عقابی که پیسمیکر داره اشاره میکنه.
یکی از سوالایی که شاید تو ذهنتون در مورد پیس میکر باشه اینه که برای چی اون پروانه رو با اینکه میدونست خطرناکه نگه داشته بود توی خونه خودش. یکی از دلایلش اینه که اون داشت سعی میکرد یه طوری احساسات خودش رو حالا بروز بده و یه جوری باشه که نسبت به اون رفتار و آدمی که پدرش میخواد باشه فاصله بگیره، و در انتها هم شاهد این هستیم که اون میشینه پیانو میزنه و این پیانو زدن داره نشون میده که اون احساسات خیلی زیادی داره که این مدت به خاطر پدرش همه رو سرکوب کرده بود. حالا میتونید متوجه این بشید که چرا والر پیس میکر رو انتخاب کرده بود که این ماموریت رو انجام بده، چون اون کسیه که با اون اطلاعاتی که لیدا در موردش از توی دفترچه خاطراتش در آورد و چیزایی که ازش خونده بود تونست اون یه طوری تحت کنترل بگیره، با حرفاش کاری بکنه که خیلی خونسرد و راحت پس پروانه ها بر بیاد و تو هر اتفاقی که میفته خودشو بندازه وسط و مسیر تا انتها بره جلو. و یه نکته دیگه که وجود داره برای والر خوبه اینه که هر اتفاقی هم بیفته، هر بلایی هم سر پیس میکر بیادش، آخر سر دستگیرش میکنه میبره میزنهش تو همون زندانی که بود. باز دو مرتبه والر میتونه اونو بیاره و جزء گروه انتحارش بکنه و ببره هر کاری دلش میخواد و براش انجام بده. تو اون اتاقی که حالا پیس میکر گروهش جمع میشن اگه دقت کنید بالای سرش یه پوستر وجود داره، داره یه فیلم علمی تخیلی اشاره میکنه که اون برمیگرده به شخص به اسم سیمون که یه شخصی بودش که توی جنگ دست به دزدی میزنه و در کنارش کنار اون جنایتایی که انجام میده، آدمو که میکشه، برای خودش بهونه میتراشه. دقیقا داره اشاره ای میکنه به شخصیت پیس میکر که داره با پروانه ها مبارزه میکنه ولی در اصل داره خب آدما رو میکشه. ما توی ویدیو قبلی هم در مورد دفترچه خاطرات پیس میکر صحبت کردیم که پشتش یه لوگوی وین داره، ولی این لوگوی وین شبیه لوگوی وینی که توی کمیک هاست نیست و خیلی شبیه به اون لوگوی وینیه که بتمن نولان داره. ولی خب با اون نکته هایی که ما دیدیم و متوجه شدیم احتمال این خیلی زیاده که اینا توی زمینهای مختلف باشن و احتمال برخورد کردن این دوتا شخصیت با همدیگه هم خیلی پایینه، چون اون اطلاعاتی که از بتمنی که توی زمین پیس میکره پیدا کردیم متوجه شدیم که هیچ ربطی به همدیگه ندارن و احتمالاً توی مولتیورس‌های مختلف باشن و زمین‌های مختلفی اینجا وجود داشته باشه. پس اگه میخوای اونو بدونی بهتره که ویدیو قبلی رو کامل نگاه بکنی، چون اونجا کاملاً این قضیه رو توضیح دادمش. سکانس پایانی فیلم دقیقاً یکی از بهترین سکانس‌هایی بود که میتونستیم تو این سری پیس میکر ببینیمش، و اونم جایی بود که پروانه‌ها اومدن و وارد اداره پلیس شدن و هر کسی رو می‌گرفتن پروانه می‌کردن. در کنار اون خوشونتی که داشتن یه کمدی هم همراهش بود، و اگه دقت کنید اون سکانسی که میان در آخر در برن بیرون و همه یه لبخندی روی لبشون دارن که خیلی مصنوعیه، چهره‌هاشون نگاه کنید شاید یاد گروه جوکر و خود جوکر به نظرتون و اون مدل خنده ها، حتی اون حالت صورتی که بیشتر توی انیمیشن هایی که از جوکر دیدیم اتفاق میفته و این مدلی میخنده. و از طرف دیگه یه اتفاق دیگه که افتاد این بود که حالا پدر پیس میکرم به خاطر اینکه بیاد از اون انتقام بگیره که چرا منو تو زندان انداختی، رفتش لباس اژدهای سفید و پوشید، که در مورد اژدهای سفید خیلی قبلا کامل توضیح دادم، میتونید تو ویدیوهای قبلی برید نگاه بکنید که اطلاعاتتون بالا بره، اینجا دیگه بیشتر توضیح نمیدمش. و اعضای گروهش که همه روبالشتی رو کلشون کشیده بودن و که مثلا شبیه اون نقابی باشن که اژدهای سفید داره، که البته حالا این روبالشتی که رو سرشون کشیده بودن به نظرم ارزان ترین چیزی بود که فکر کنم پیدا میکردن خودشون رو شکل اون رئیسشون بکنن، اونو کشیده بودن رو سرشون که حالا در کنار اینکه مسخره بودن حالا یه مقدار شبیه هم بودن دیگه اون حالتی که داشتن. و تمام اینا وقتی اینا رو توی دوتا قاب نشون داد که دارن میان که برن سراغ پیس میکر، داره نشون میده که قسمت‌های پایانی سریال قراره یه درگیری عظیم و بزرگی رو ببینیم که بعد از این مدتی که حالا صحنه اکشن خیلی کمی دیدیم احتمالا جیمز گان برامون تو قسمت‌های پایانی سکانس‌های درگیرانه بزرگی گذاشته شبیه به اتفاقاتی که جوخ انتحار داشتیم و دیدیمش. خب اینم نکاتی که تو این قسمت سریال وجود داشت و بهتون گفتم، و یه سریش هم اطلاعاتشون قدیمی بود و دو مرتبه تکرار شده بود و توضیح ندادم، میتونید ویدیو قبلی رو برید نگاه بکنید، پلی‌لیست پیس میکر هستش، تمام قسمت‌ها رو درست کردم و اینم قسمت ششم بود. پس منتظر میمونیم تا قسمت هفتم پخش بشه و ببینیم که جیمز گان قراره تو این قسمت آخر چه کاری انجام بده و چه چیزی رو ببینیم، و قراره یه درگیری بزرگ و عظیمی مثل جوخه انتحار به اون نشون بده یا نه.
پس اگه این ویدیو خوشت اومده اونو حتما لایکش بکن، کانال رو سابسکرایب بکن، زنگوله کنارش و نوتیفیکیشن رو حتما فعالش بکن و اصلا مهمتر این ویدیو رو برای دوستایی که میدونی طرفدار DC هستن و سریال پیسمیکر رو دارن دنبال میکنن هم بفرست و خودتو دوستات هم نظری دارن، نکته‌ای دارن که من متوجه نشدم و بیان توی قسمت کامنت رو با هم در میون بذارن تا همه اون سطح اطلاعات سینماییمون بالا بره و چند تا نکته جدید یاد بگیریم. پس دیگه حرفی هم نمیمونه تا ویدیو بعدی. بدرود.